در دنیای امروز که یک پشک و یک گربه و یک سگ تا به ناحق کشته شود دنیا رو سر صدایش میگیره، اما در بیسود 11 نفر کشته میشه، 31 نفر مظلومانه به خاک خون میافته، باز هم ملامت همین مردم. عجب قضاوتی است، عجب انصافی است، عجب انصافی است. امروز که یک پشک و یک گربه و یک سگ تا به ناحق کشته شود دنیا رو سر صدایش میگیره، اما در بیسود 11 نفر کشته میشه، 31 نفر مظلومانه به خاک خون میافته، باز هم ملامت همین مردم. عجب قضاوتی است، عجب انصافی است، عجب انصافی است. من جدا لحظه ای که سفر مسکو آمدم شنیدم که یک لشکر جدید به علاوه نیروهای قبلی سامان دادن به خاطر یک بهانه هلیکوپتر. ما متاسفم از این که پیلوتان ما در جبهه و یا در گوشه و کنار کشور هر روز سقوط میکنن و شهادت میرسن. ما از شهادت هر فرد نظامی خود متاثر هستیم و متاثر. ما دیروز خانه حسن یاری شهید رفتم و یکی از فرزندان از این مردم است که در سنگرهای دفاع مردم به شهادت میرسه. ما همه اردو و پلیس و امنیت خود را سنگرداران این مردم میدانیم و از اونا با وجود از اونا افتخار میکنیم و از اونا حمایت میکنیم، ولی قضایای بیسود عمق بیشتری دارد و مسائل باید تحلیل میشد که چگونه با وجود آمده ای. اما با بهانه یک سقوط هلیکوپتر که خیلی از این مردم هم در او قربانی دادن بیشتر سهم داشتن، 5 نفر از بامیان بود، 4 نفر پلود، هر کدامش عزیز ما بودن، ما به درود میفرستیم به روان و روح زلان. ما هیچگاه احساس خوشحالی از قضایا نمی کنیم، بقایه دردناک بود. اما منوش این نبود که یک لشکر 1500 نفری یا 300 نفری از عمده ترین نیروها را حرکت بده با 120 چند تانک و آمرو. این برای چیه؟ این مردم که جنگ نمیخواد. از روز که این نیرو رفته در بیسود یک فیران بالای این نیروها صورت نگرفته، یک فیران. مردم اگر در جنگ میبود که ما جنگار زیاد دیده، این مردم دوره جهاد دیدن، لشکرکشی های شوروی اوروز دیدن، لشکرکشی های پس از شوروی مسئله دوره مقاومت دیدن. راست این نبود، یک نیروی کوچیک در برابر مردم بود. مردم نمیخواید بی جنگ، به زور مردم به جنگ با آنا دارید. خب ما خیلی تأسف خوردیم از قضایی که در بیسود پیش آمد. یا مثلا در هرات 40-50 تانک سرازیر شود در یک کوچه حی بیزن و خانه رو، مردم بیچارا سخت جنین شده، آدم های بیگناه کشته شده. آخر حکومت یه وظیفه پیش است آدم هایی که گناهکار است، شما میتونید راه های دیگه رو پیدا کنید که به حسابش برسید. اما مردم چه گناه دارن؟ جبرئیل چه گناه دارن؟ کوچه ای که اونجا مردم به خاخون کشیده شد چه گناه دارن؟ اینا ما انتقاد داریم سر این حکومت، نه اینکه حکومت هنوز طلبگار از این مردم باشه. حکومت باید خودش احساس شرم کنه در برابر مردم که در برابر حرکت های مدنی از مردم به این روش توسل میجوید. به هر حال ما به هیچ وقت طرفدار جنگ نبودیم و نیستیم، مردم طرفدار جنگ هم نخواهد بود. امروز مردم در فضای دیگری هست. اینا قضایایی هستن که پیش آمده متاسفانه، ولی دوستای عزیز معرض کردم که دستاوردهای کلان شما داشتید و دارید که امروز الحمدلله مفتخر هستیم با اون دستاوردها. صلوات بلند. ما همه این مسائل را با این همه انتقادهایی که داریم از این اداره فعلی و از دستندرکاران، ولی به خاطر شرایط حساسی که هست قرار داریم، ما علاقمند نیستیم که تنش‌ها بالا بره. به هیچ وقت
امروز شما در شرایط خاص هستید، کشور شما. ما 42 سال در جنگ و بحران بودیم برادرها و خواهرها، 42 سال. آیا این بحران به پایان برسه یا نه؟ آیا ما این 42 سال جنگ را به نقطه پایان و ختمش بکشانیم یا ادامه بدیم؟ ما از 20 سالگی یا 19 سالگی در مبارزات سیاسی وارد شدیم. خیلی از جوانان که به جوانتر بودند با همکاران، اما امروز 70 ساله شد. یک نسل گرفتار بحران و جنگ و کشمکش عمر خدا با پایان رسید. آیا نسل‌های بعدی ما همینطور ادامه بدن؟ آیا جوانای امروز ما هم گرفتار بحران جنگ و بدبختی‌های بحران جنگی شوند؟ یا آخر ما به یک نقطه برسانیم، به پایان برسانیم، ختم کنیم این وضع؟ به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست. و از اینجاست که یک فرصت خوبی پیش آمده، فرصت خوبی. یکی از خواسته های شهید مزاری صلح، برقراری صلح و حل منازعات که در کشور وجود داشت بود. همین شهید مزاری میگفت جنگ رای حل نیست، همپذیری رای حل اساسی است. اشعار شهید مزاری، ما در کنارش بودم و در هر شرایط، در هر حیاتای سیاسی و جلوگیری از جنگ هایی که وجود داشت، من برخی مسئولیت ها به دوش من بود. از جنگی که وجود داشت رنج می بود، از نفرت افغانی قومی و اقوامی که برخی قلمبدستان و هنجرها داشت ایشان آزار می دید. با صراحت می گفت که وحدت ملی یک اصل است، جنگ رای حل نیست، همپذیری تنها رای است که افغانستان از این بحران ها نجات می دهد. خوشحال هستیم که بعد از 26 سال گذشت از وقایع شهادت ایشان، بار دیگر حقانیت ایده ایشان و سخنان ایشان، مفکوره ایشان عینیت کم کم داره پیدا میکنه. امروز همه طرف ها به این رسیده که جنگ رای حل نیست. اگر تحریک طالبان است میگه جنگ رای حل نیست، اگر این طرف حکومت است میگه جنگ رای حل نیست، اگر احزاب سیاسی است میگه جنگ رای حل نیست، اگر کشورهای منطقه است میگه جنگ رای حل نیست، اگر جهان همکاران بین المللی ماست که 40 کشور حضور دارند بعد از 20 سال حضور در افغانستان به این نقطه رسیده که جنگ رای حل نیست، از طریق جنگ ما افغانستان نمیتونیم از این بحران نجات بدهیم. باید از طریق گفتگو و مذاکرات مسئله حل شد. ما باز هم خوشحال هستیم همطور که در جبهه متحد نشستم با امیر صاحب مسعود، قهرمان شهید ملی، باعث تشکیل جبهه متحد شد. در شورای عالی صلح هم وقتی این مسئولیت به دوش ما افتاد، صلح را به عنوان یک ضرورت جدی کشور مطرح کرد. صلح روز خیلی غریب بود، یک کلمه غریبه بود در سطح کشور. دم از صلح 3 سال قبل هیچ کس نمیزد. فضای جنگی بود در کشور. اما من با صراحت با همکاران شورای عالی صلح گفتم تا فضای جنگی در کشور حاکم باشد، مردم گرفتار جنگ خواهد بود و درد و مصیبتش هر روز بیشتر خواهد شد. تنها راست که ما باید صلح را، فضا را فضای صلح کنیم و مذاکرات را بین طرف‌های همدیگر بقبولانیم. و از اینجا بود که اکثر ابتکارات و خرج دادم که در جریان استید. در سخنرانی عاشورای قبل خود من مفصل در این رابطه صحبت داشتم.